انگار واسه جنگ داریم آماده میشیم. هر کاری میکنم تموم نمیشه. وای خدا این کار چقدر سخته. خب بهتره آموزشش رو ببینم. ببین ابراهیم، همه چی رو به باد دادی، غذا رو به باد نده، زود باشیر مرد. خب الان پیازامونو تا وقتی طلایی بشن همینجوری تو روغن میذاریم. امروز روز طلایی شدنه، ایشالله که خدا همه چیز رو به خیر بگذرونه. تا وقتی بوی رفت و غذاست پیازامونو آروم هم میزنیم، زیرش رو یکم کم میکنیم تا یه وقت رو بهمون نسوزه. آخه چرا بوش در نمیاد؟ حتما آبش کمه. اینطوری که درست نمیشه والا، بابو که نمیشه غذا رو پخت. همه اینا رو بنویسه ابراهیم، همشون یه ایده است. حالا آی خانوما رو که شبیه گل درستشون کردیم و برمیدیم. گفت عایشه خانوم؟ بعد این که روش به اندازه یه لیوان بزرگ آب داغ ریختیم، رو با خیلی آروم آروم توش میریزیم. خب حتما باید بخار کنیم. یه غذایی بپزم که انگشتاتونم بخوری. همش بزنم. ای خدای من، خب میبینم که عالی شده، بوی خیلی خوبی هم میده. باید بگن دستت درد نکنه ابراهیم، باید بگن تو واقعا محشری و حرف نداری، این غذای لذیذ رو باید تو تاریخ بنویسید. از مامانم به ارث بردم، استعداد ذاتی دارم، ارثیه. خب اینم بذارم بپزه. شعله زیرشم خوبه. خب الان مستحق یه چای لذیذم. اینجام چقدر شلوغه، بذارم این بر. نه نه نه، ای خدای بزرگ. چقدر خوب دم کشیده با خدا. خب زیرشو کم کنم که نریزه و اسراف نشه. اگه من نباشم کی میخواد غذا و تمیزکاری رو انجام بده ها؟ یا آفرین گرفتی ابراهیم. چایی رو بردارم.